سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون در مورد اتفاق تلخ و ناگواری که برای دانشمند افتخار آفرین ایرانی آقای فیروز نادری افتاده پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید لطفا عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. فیروز نادری دانشمند ایرانی که در ناسا فعالیت میکرد متولد فروردین 1325 در شهر شیرازه ایشون تحصیلات دوران ابتداییش رو در شیراز به پایان رسوند و برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان به تهران نقل مکان کرد پدر و مادرش اون رو به مدرسه ایتالیایی شبان روزی دومبوسکو فرستادن بعد از طی کردن دوره متوسطه آقای نادری برای ادامه تحصیل در دانشگاه به کشور آمریکا مهاجرت کرد فیروز نادری دوران کارشناسی خودش رو در سال 1972 در رشته مهندسی برق از دانشگاه ایالتی آیووا به پایان رسوند. بعد از کسب مدرک کارشناسی، آقای نادری به مدت دو سال در سانتا باربارا به عنوان مهندس به فعالیت مشغول بود. تحصیلات تکمیلیش رو در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به پایان رسوند و همچنین مدرک مقطع دکتورای خودش رو در سال 1976 از همین دانشگاه کسب کرد. فیروز نادری بعد از به پایان رسوندن تحصیلات خودش به مدت دو سال برای گذراندن خدمت سربازی به ایران اومد. اون همچنین ضمن گذراندن دوران سربازی در مرکز سنجش از دور ایران هم مشغول به کار بود. آقای نادری در سال 1357 ایران رو برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. به محض رسیدن به آمریکا در سازمان فضایی به همکاری با ناسا به سمت مهندس سیستم مشغول به کار شد. شروع همکاری اون در ناسا سال 1979 و در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا بود. این مرکز بزرگ و پیشرفته تحقیقاتی در پاسادینا شهر کالیفرنیا قرار داره. از های اصلی جی پی تحقیقات در مورد تحریزی و ساخت پرتابه های بی سرنشین و ارسال به مسیرهای بسیار دور همانند خارج از منظومه شمسی از دیگر ایرانیانی که در این آزمایشگاه مشغول به فعالیت بودند میشه به بابک فردوسی و شهید مصطفی چمران اشاره کرد کار فیروز نادری در آزمایشگاه جی پیل به مدت زمان سی سال ادامه داشت و ایشون در این مدت پستهای گوناگونی از جمله مهندس سیستم تا مسئول توسعه فناوری مدیر پروژه و برنامه سیستم های ارتباطی ماهواره مدیر آزمایشات مطالعه زمین از مسیر دور مدیر آزمایش های فیزیک نجومی مدیر سیستم های و مدیریت مستقیم پروژه مریخ رو بر عهده داشت اولین تجربه های کاری ایشون در سازمان ناسا به طراحی سیستمی بر پایه ارتباطات ماهواره ای مرتبط بود که پوشش همگانی تلفن همراه رو در تمامی کشور آمریکا ایجاد کنند. ایشون برای به هدف رسوندن این پروژه در حدود دو سال در اوایل سال 1980 در مرکز مدیریت ناسا مشغول به فعالیت شد. نتایج تمام فعالیت اون و گروه اون به اسم سیستم ارتباطات ماهواره پیشرفته یا ACTS شناخته میشه. این سیستم پیشرو سیستم های ماهواره چند موجی بسیار پیشرفته است. از هدف این پروژه اندازه‌گیری رادار فضایی بر روی بادهای اقیانوسی بود که این پروژه در پیش بینی آب و هوا کاربرد بسیار زیادی داشت. آقای نادری به دلیل عملکرد بسیار خوبش در مدیریت این پروژه موفق شد جایزه رهبری برجسته را از ناسا دریافت کنه. بعد از این پروژه فیروز نادری در پروژه بلند پروازانه ناسا برای پیدا کردن سیاره های شبیه به زمین در دیگر منظومه های همکاری کرد که نام این پروژه بزرگ اوریجینز بود. ایشون در سال 2000 میلادی به سمت مدیر برنامه پروژه اکتشاف مریخ سازمان فضایی ناسا رسید. ناسا تا سال 1999 دو شکست بسیار بزرگ در این پروژه خورده بود که اخبارش به صورت رسمی و گسترده برای عموم مردم منتشر شد و وجهه این سازمان رو خراب کرده بود. فیروز نادری با در دست گرفتن مدیریت برنامه های این پروژه مجموعه ای از برنامه های منظم علمی، فنی و عملیاتی رو برنامه ریزی کرد که با پیروی و کمک گرفتن از اونها سازمان فضایی موفق شد هر دو سال یک بار فضاپیما به مریخ ارسال کنه. بعد از پروژه کشف مریخ، فیروز نادری سمت معاون اول آزمایشگاه جی پی رو بر عهده گرفت که در ادامه روند کاری و زندگی ایشون نقش بسیار بزرگی داشت. مسئولیت ایشون در آزمایشگاه تعیین استراتژی و راه و روش اجرای پروژه ها بود. پروفسور فیروز نادری بعد از 36 سال کار و همکاری با ناسا در سال 2016 بازنشسته شد. پروفسور نادری در 89 مراسم اسکار که در سال 2017 در آمریکا برگزار شد، به همراه خان خانم انوشه انصاری جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رو به نیابت از اسخر فرهادی دریافت کرد. برخی دیگر از عناوین و افتخارات پروفسور فیروز نادری طراحی سیستمی بر پایه ارتباط ماهواره‌ای جهت پوشش همگانی تلفن همراه در سراسر آمریکا دریافت عالیترین ترین جایزه ناسا تحت عنوان مدال خدمات برجسته مدیر پروژه اندازگیری راداری فضایی بر روی بادهای اقیانوسی معاون اول آزمایشگاه فوق پیشرفته جی پیل در کالیفرنیا مدیر پروژه و برنامه سیستم های ارتباطی ماهواره‌ای، مدیر آزمایش های فیزیک نجومی، مدیر اکتشاف منظومه شمسی و مدیر سیستم های ای بوده. آقای نادری مثل خیلی از ایرانی های دیگه که سال هاست از کشور دورند اما نسبت به مسائل چند وقت اخیر ایران واکنش های جنجالی نشون دادند. مثلا با انتشار این عکس نوشت چرا انتظار دارید کشوری که توسط این متخصصین ارائه می شود وضع بهتری داشته باشد احتمالا همگی می دانید قدم اول برای بهبودی چیست قدم اول سرنگونی جمهوری اسلامی است با اتحاد و همبستگی مردم ایران پیر و جوان دست در دست هم در خیابان ها حضور پیدا کنند تا جمهوری اسلامی سرنگون شود بعد ایران سازان با غیرت در راه و ایران را از نو می سازیم با انتشار عکسی هم از محمد رضا شاه و فرح پهلوی نوشت روزهای بهتری بود بعضی ها عقیده دارن اون زمان هم بی عیب نبود ولی بدون شک آنچه که الان هست بدترین است با انتشار عکسی هم از مزار نیکا شاکرمی که خانواده و طرفدارانش مزارش رو پر از گل کردن و هفت سین اونجا چیدن نوشت نیکا شاکرمی که تا همیشه به یاد ماندنی و دوست داشتنی است به همهمان خاطر نشان می کند که این نوروز متفاوت است و ما داریم برای کسانی که از ما گرفته شدهاند میجنگیم ما باید به یاد قهرمانانی که از دست داده این باشیم و به روایت داستان و سرگذشتشان تا وقتی که همه ایرانیان آزاد شوند ادامه دهیم اما امروز خبر بسیار تلخ و دردناکی در مورد این دانشمند بزرگ ایرانی منتشر شده آقای نادری در فیسبوک با انتشار عکسی از خودش بر تخت بیمارستان خبر داده که در پی افت ناگهانی ضربان قلب از حال رفته و به دلیل برخورد سرش به دیوار و جابجایی مهره گردن نخایش آسیب دیده که باعث شده از گردن به پایین متاسفانه فلج بشه این دانشمند ایرانی در ادامه نوشته که عمل جراحیش روز دوشنبه اول خورداد انجام شده ولی دوران نقاهتش چهار تا پنج ماه طول میکشه. آقای نادری در ادامه گفته چند ماهی دیگه در شبکه های اجتماعی فعال نیستم اما خانوادهش هر از گاهی به نیابت از اون شاید پستی رو بذارن اون گفته که این خبر رو برای جلوگیری از شایعات منتشر کرده با آرزوی سلامتی برای این دانشمند افتخارآفرین ایرانی ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید